سلام به چند خبر تازه از پرژن سیتی، با من علی رادمهر خوش آمدید. حالا توجه نمایید به مشروع خبرها. رهبر طالبان میگوید به عفو عمومی احترام کنید و مردم را نزنید. ملا هیبت الله آخوندزاده رهبر گروه طالبان امروز در دیدار با مقام‌های محلی کندهار از جنگجویان خود خواست تا به عفو عمومی احترام بگذارند و کارکنان حکومت پیشین را آزار و اذیت نکنند. آخوندزاده به آنها گفت که از لتوکوب مردم بپرهیزند، زیرا ظلم نتیجه بد دارد. و گزارش خبرگزاری دولتی باختر، رهبر طالبان از نیروهای این گروه خواسته است تا شب و روز متوجه امنیت مردم باشند و در جریان تلاشی از اخلاق خوب کار بگیرند. آخوندزاده با اشاره به موجی از مردم که در صدد فرار از کشور هستند گفته است هیچ افغان از کشور بیرون نشود و در افغانستان بماند. او به علما و والیان خود هدایت داده است که مردم را از مهاجرت به خارج منصرف سازند. در این سخنرانی رهبر طالبان بر اطاعت نیروهای این گروه از بزرگان طالبان نیز تاکید شده است. آخوندزاده خطاب به طالبان گفته است بزرگان را احترام کنید، از آنان شکایت نکنید و هیچ کار را بدون اجازه بزرگان انجام ندهید. ملا هیبت الله بر هماهنگی میان طالبان نیز تاکید کرده و از آنها خواسته است تا در کارهای یکدیگر مداخله نکنند. تاکید رهبر طالبان بر عفو عمومی پس از آن صورت می‌گیرد که ویدیوهای متعدد از بدرفتاری طالبان با نظامیان پیشین در شبکه‌های اجتماعی نشر شده است. این بدرفتاری طالبان باعث برانگیخته شدن اعتراضات در کشور شده است. چند پیش شماره از باشندگان ولایت پنچیر در اعتراض به کشته شدن یک جوان از سوی طالبان دست به اعتراض زدند. روی طرز می‌گوید ازبکستان و تاجیکستان می‌خواهند تعدادی از تیاره‌های افغانستان را نگه دارند. ازبکستان و تاجیکستان قصد دارند برخی از هواپیماها و هلیکوپترهای نظامی را که در جریان سقوط کابل به این کشورها آورده شده اند به افغانستان پس ندهند. و نقل از روی طرز، این دو کشور از آمریکا تقاضا کردند تا تعدادی از این هواگردها را در نزد خود حفظ کنند. منابع آمریکایی میگویند که حکومت آمریکا درخواست این کشورها را تحت بررسی قرار داده است. در جریان سقوط کابل تعدادی از پیلوت‌ها و پرسنل قوای هوایی افغانستان با 63 فروند هواپیما و چرخبال نظامی به ازبکستان و تاجیکستان فرار کردند. این هواگردها از سوی ایالات متحده در اختیار قوای هوایی افغانستان قرار گرفته بود. نماینده روسیه میگوید روند به رسمیت شناختن طالبان به طور عملی جریان دارد. نماینده روسیه در امور افغانستان با اشاره به شرکت طالبان در نشست مسکو، اجلاس سازمان همکاری اسلامی در پاکستان و فعالیت چند سفارت در کابل گفته است به رسمیت شناختن طالبان عملا در جریان است. زمیر کابلوف همچنین گفت به رسمیت شناختن بیشتر یک عمل سیاسی نمادین خواهد بود. زمیر کابلوف به خبرگزاری اسپوتنیک گفته است روسیه خواستار حضور تمام اقوام و جریان‌های سیاسی در دولت افغانستان است. او گفته این موضع رسمی و قاطع ماست و به آن پایبند هستیم. پیشتر ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفته بود برای به رسمیت شناختن طالبان با کشورهای دیگر هماهنگ خواهند بود. بانک مرکزی میگوید فعالیت‌های بانکی به زودی به حالت عادی برمی‌گردد. بانک مرکزی افغانستان اعلام کرده است که به زودی سیستم بانکی کشور به حالت عادی برخواهد گشت. بانک مرکزی افغانستان روز پنجشنبه 9 جدی در اعلامیه به شهروندان کشور اطمینان می‌دهد که سکتور بانکی کشور و زودی در مسیر بهبود قرار گرفته و همه فعالیت‌های آن به شکل عادی جریان پیدا خواهد کرد. در اعلامیه این بانک آمده است با روی کار آمدن یک نظام، افراد سودجو و مغرض در تلاش ایجاد مشکلات می باشند. این بانک افزوده است که تلاش می کند تا چالش‌های موجود در سیستم بانکی کشور را رفع کند. این اظهارات در حال مطرح شده است که با روی کار آمدن حکومت سرپرست طالبان و در پی بحران نقدینگی سیستم بانکی کشور در معرض فروپاشی قرار گرفته است و فعالیت شمار از بانک‌ها در کشور یا با محدودیت روبروست یا هم متوقف شده است. و در پایان دستور به هتل‌ها و رستوران‌ها در پنچیر، سالن‌های زنان و مردان جدا و از نواختن موسیقی جلوگیری شود. مسئولان محلی طالبان در ولایت پنچیر از وضع قیود تازه بر هتل‌ها و رستوران‌ها در این ولایت خبر می‌دهند. نصرالله ملکزاده رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان برای ولایت پنچیر روز پنجشنبه 9 جدی در گفتگو با روزنامه 8 صبح میگوید که از این پس سالن‌های مردان و زنان از هم جدا و از نواختن موسیقی در مراسم عروسی و استفاده مشروبات الکلی در رستوران‌ها و هتل‌های این ولایت جلوگیری شود.
و گفته ملکزاده، محدودیت‌های تازه و دستور وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان به شمول پنجشیر در تمام ولایت‌ها وضع شده است. در همین حال وی هشدار داد که با افراد متخلف بر بنیاد دستورات وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست طالبان برخورد خواهد شد. این در حالی است که چند پیش نیز حکومت طالبان محدودیت‌هایی را در زمینه گشت و گذار افراد غیر مسئول به خاطر تأمین امنیت بهتر و اطمینان از بهبود وضعیت امنیتی در پنجشیر وضع کرده بود. در آن زمان این اقدام با واکنش تند برخی از باشندگان و فعالان جامعه مدنی این ولایت روبرو شد. فعالان مدنی در این ولایت آن اقدام طالبان را عملکرد عقده‌مندانه و آزار و اذیت مردم خوانده بودند. سپاس از توجهتان. لطفاً برای تازه‌ترین خبرها چینل ما را سابسکرایب کنید. تا خبر دیگر، وقت همه خوش.